سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم، خواستم بگم که این ویدیوها قبلا یه بار توی کانال اصلیم آپلود شدن، ولی میخوام کلا محتوای ریاکشن به موزیک رو از کانال اصلیم جدا کنم و بذارم توی این کانال که مخصوص ریاکشن به موزیکه. پس این ویدیو واسه کسایی که از کانال اصلیم ریاکشن‌ها رو ندیدن. امیدوارم لذت ببرید. سلام دوستان، کیمیا هستم و به چنل کیمیکس کی خوش اومدید. خب تو این ویدیو میخوام به آهنگ مادر از پوتک ریاکشن برم. فقط قبل اینکه شروع کنیم، یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. یادتون نره که برای ارتباط با من و شیر کردن از دستنجی ها منو تو اینستاگرام فالو کنید که آیدی رو اینجا میذارم و این لینک مستقیمم توی دیسکریپشن. اگه دوست داشتید باهم حرف بزنید و گیم پلی بدین، یادتون نره که توی سرور دیسکوردم اوشین که لینک اونم توی دیسکریپشن میذارم. اطلاعات من راجع به پوتک صفر. تنها چیزی که راجعش میدونم اینه که فکر میکنم یوتیوب زده و مثل یوتیوبر عادی کار یوتیوب انجام میده و این خیلی به نظرم جالبه. من که هیچی راجعش نمیدونم و موزیکاش هم گوش نکردم، ولی مطمئنم برای کسایی که موزیکاشو گوش میکنن طرف دارشن اینه که ببینن رپر مورد علاقهشون اومده کانال یوتیوب زده و براشون ولاگ میگیره، زندگیشو باهاشون به اشتراک میذاره. چیز خیلی جالبیه، کلا حرکت جالبیه. حالا بریم سراغ موزیک. اسم موزیک مادره، پس از روی اسمش فقط میتونم حد بزنم که موزیک عمیقی باید باشه. من فقط شنیدم که میایم بهم میگین از پوتک ریاکشن برم و اصلا هیچ راجع به خودش نمیگین که چه جور سبکی داره، کلا چه سبکی رپ میکنه. پس من الان دارم به عنوان کسی که حتی صدای ندارم نشیده به این موزیک گوش میکنم و ریاکشنمو برای بار اول میبینید. عکس کاور آهنگ که یه جوره عجیب و ترسناکه، بریم گوش کنیم ببینیم چیه. موزیکش اوکی بوده. فعلا حاجی پسر بود تو همین کوچه بغل لسی توی خونه نقلی همین پایین کم نمیدونم چه انتظار نداشتم صداش اینطوری باشه. نمیدونم چرا نه اینکه صداش بد باشه یه چیزی، فقط نمیدونم چرا یه صدای دیگه تو ذهنم بود. یه بار دیگه گوش کنیم چی گفت. حاجی پسر بود تو همین کوچه بغل لسی توی خونه نقلی همین پایین کمربندی، پدر تو شب سگدو میزد ولی به خدا پدر سگنی، این پولو میبینی این کاغذه پدر سگنی. پسرک کوچولو بود ناز یه جیگر 7 ساله هر روز یه تیپ. خب این داره یه چیزی رو تعریف میکنه راجع مثلا خود حالت داستانی داره تعریف میکنه، خیلی قشنگ داره میگه، ولی یه حالت کلاسیک و تیپیکالی داره موزیکش. یعنی مثلا دیدین هر کسی سبک خاصی داره که کلا مدل رپش رو با بقیه متفاوت میکنه. من هنوز رپر زیادی رو نمیشناسم که بخوام بگم این سبک و اون سبک و اون سبک و این سبک، اصلا کلا زیاد نمیشناسم تا فرق بین سبکاشون رو بفهمم، ولی متوجه شدم که هر کسی مود و سبک و حالت خاص خودشو داره. شاید پوتک هم همینطور، ولی این یه موزیکش الان یه حالت تیپیکال رپ فارسی بوده برای من. نمیدونم، حالا ادامهشو گوش کنیم. هنوز یه دقیقه هم نرفتیم توی موزیک. این پول رو میبینی این کاغذه پدر سگنی. پسرک کوچولو بود ناز یه جیگر 7 ساله هر روز یه توپ و هدیه میداد به شیشه همسایه، مادرش هم همیشه میبوسیدش جای این که بگه سرسام سر گرفتم مثل درباره مثل تنباره مثل پروانه. خلاص گذشت و هی یه چند سالی رفت، مادرش کم عزت و سایز بچه شد شلوار بک، پدرم که سال تا سال یادمه یه کت فیکس داشته تا این پسر کوچولو تو مدرسه خوشتیپ باشه. پسرک به مادرش میگفت جادوگر ها یکی به مامانش خوشتیپ باشه. پسرک به مادره میگفت جادوگر ها یکی به مامانش میگفت نابودگر دو. مامانش یه چش داشت و پسر بچه خوب همیشه از مامانش خجالت می فهمیدم این داستان قبلا شنیدم و تا فهمیدم داره راجع به چی حرف میزنه مورمورم شد. وای وای وای، اولین باری که این داستان رو شنیدم. شت، من نمیخوام تو این ویدیو احساسی شم، ولی اولین بار که این داستان رو شنیدم وای، اصلا با اینکه داستانه و این مثلا داستان گفته شده برای اینکه اصلا مهر و محبت مادری رو نشون بده، ولی اولین بار که این داستان رو شنیدم دلم میخواست این پسر رو هر جای دنیا هست پیدا کنم موش بزنم بهش. ولی خب الان که میدونم داستان چیه چون از قبل شنیدمش، پس میتونم فقط ببینم که پوتک چجوری رپ به صورت رپ داستان رو تعریف میکنه. برگردیم اون تیکه که فهمیدم چه داستانی، اصلا مورمور شدم. یکی به مامانش میگفت نابودگر دو، مامانش یه چش داشت و پسر بچه خوب همیشه از مامانش خجالت میکشید. توف راجب پدر مادر عمرمون دیدیم تجربه عمرمونه، افرادی که پدر مادر ازشون راضی بودن دست به هر چیز دادن تلاش، افرادی که پدرمادرشون راضی نبودن
هر چی میزنه نمیشه. وقتی میانم سوال میکنن یا ما هر چی میزنی نمیشه. زیبا بود. حالا نمیدونم کی بود که اینو گفت ولی زیبا بود. اما خیلی وقتا اینطوری نیست. من قشنگ میتونم بفهمم که داشتن یه پدر مادر مهربونی که بهت کل زندگی عشق ببرزن و من خدا رو شکر پدر مادری دارم که روزی هزار بار بابت داشتنشون خدا رو شکر میکنم، ولی خیلی ها هستن که پدر مادری دارن که نه تنها خوبیشون رو نمیخوان بلکه به صورت اکتیو سعی میکنن زندگی بچه‌شون رو نابود کنن. پس همیشه هم اینطور نیست که اون کسی که به حرف پدر مادرش گوش کرد پدر مادرش رو راضی نگه داشته دست به هرچی زده طلا شده. ولی اگه پدر مادری دارن که خوبتون رو میخوان، نگرانتونن و مثل پدر مادرای عادی دوستتون دارن، آره. ولی اگر پدر مادر تاکسیکی دارین با اینکه پدر مادرتونن، باید سعی کنین که جداشی. من چون خیلی دوستام یه کسی که میشناسه همینطوری بودن میگم. من قضیه این دختری که چند وقت پیش اتفاق افتاد که به خاطر آبرو باباش زد کشتهش، این چیزی نیست که راضی نگه داشتن پدر مادرش بخواد باعث این دختر دست برش میزنه طلا بشه. خلاصه ولی نه، تا اینجاش دوست داشتم، اوکی بوده. یه روز بارو بندی، کیف کولی پوش کفش بندی، با رفیق قرار سر تختی، هر روز تو راه شرط بندی، هر روز مدرسه با تاخیر، انقدر عجله داشت تغذیه رو جا گذاشت در کیف، مادرک تا تغذیه رو دستش نده شاد نمیشه، میره مدرسه پسره میگه اومدی اینجا کشیشه، حالا یه روز گرسنه ببونم چی میشه، دوستا همه میگن مامان قول آخره ابیر شیشه، آه چند سالی میگذره میره پسرک زن میگیره، بچه دار میشه میذاره با زنش از شهر میره، تا نکنه یه وقت مامان باعث خجالت اون شه. این داستان رو من تاثیر زیادی گذاشت برای اول که گوش کردم و هرچی بیشتر داره به اون پوینت آخرش نزدیک میشه من بیشتر دارم مورمور میشم. باعث خجالت اون شه، مامانه قدیما بیدار بود تا خواب اون روون شه، سالیان سال نه مامانو میبینه نه بهش زنگ میزنه، هر روز به یه بهونه ای رو نیامدنش رنگ میزنه، مامانه میگه بیا بریزم نمیخوام یقتو بگیرم، تو رو خدا یه سر بهم بزن میخوام نوهمو ببینم، پسرک راضی نمیشه مادرک میمیره، میره شهر رو تاخچه یک نامه ای از اون میبینه، پسرم بچه بودی قشنگ ناز زیبا، توی تصادف یکی از چشات شدش نابینا، خواستم با تو تا چشات بچه‌تو ببینی تا بشم شاد، پسرم هر جا هستی مواظب چشم باش. یه نه با اوننم راضی بودم من، بله زمان حیات راضی بودم، حالا که مرده یادش نکردی ناراضی شده، خیلی زمان حیات از شما راضی بودن، اما الان که فوت کرده براش کار خیر کردی؟ کیه؟ این موزیک رو دوست داشتم، موزیک قشنگی بود، اولین موزیکی بود که از کوتک گوش کردم. راستش فکر میکنم این داستان یه مدلیه که نمیدونم، من از حالت سبک رپ بیت اینا خیلی از همه چی خوشم اومد، ولی یه مقدار حس میکنم مثلا نمیدونم چجوری بگم، خیلی هستن که خوششون اومده از اینکه این داستان در قالب رپ تعریف شده، ولی یه جوری به نظر این داستان زیادی لطیف میاد برای اینی که مثلا زیادی احساسی و لطیف میاد برای اینکه با یه سبکی مثل رپ که حالت یه مقدار مثلا حالت تهاجمی داره تعریف بشه. با این حال به نظر من موزیک خوبی بود و دوستش داشتم، فقط این نظر شخصیمه، ولی در کل خیلی خوب بود. ولی دوستم این سری از کار پوتگو بشنوم که مثلا کار خودشن و بتونم بیشتر با موزیک خودش آشنا شم. اگه پیشنهاد دیدید حتما توی کامنت ها بنویسید، و اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید، و اگه ویدیو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. امیدوارم روز و شب خیلی خوبی داشته باشید، قدر پدر و مادرتون رو بدونید و تا ویدیو بعدی خدافظ.